سلام های گرم عزیزانم، به برنامه با هم بسیار خوش آمدید. ممنونیم که بیننده این برنامه هستید. قبل از هر چیز از لطف و محبت شما نسبت به این برنامه بسیار سپاسگزاریم. قدر این لطف و توجه رو میدونیم. در طی هفته ده ها گزارش، فیلم، عکس، خبر، کامنت و اظهار نظر به دست ما میرسه و این ما رو بسیار دلگرم میکنه برای ادامه راهی که داریم. در این برنامه به طور اختصاصی ما کمپینی رو معرفی میکنیم تحت عنوان 100 فریاد از افغانستان، که اینجا کنار دست من همینجا میبینید. ببخشید اشتباه اشاره کردم، همینجا کنار دست من میبینید. این موضوع برنامه ماست. در ابتدا سراغ معرفی این کمپین خواهیم رفت، سپس خواهیم پرداخت به گفتگو با دو تن از فعالین سرشناس، ساره نبیل و عارف فاطمی با ما همراه خواهند شد و این کمپین و همینطور چالش های پیش روی اون رو معرفی خواهند کرد. اجازه بدید ابتدا بپردازیم به معرفی این کمپین با صدای فعالین سرشناس اون، سپس سراغ گفتگو با مهمانان عزیز برنامه خواهیم رفت. افغانستان، امروز یک بار دیگر دختران شجاع و سلحشور ما اتحاد و همدلیشان بر نمایش گذاشتند و نشان دادند که هیچ محدودیت نمیتواند سد راهشان به خاطر تداوم اعتراضات عدالت خواهانه زنان در افغانستان شود. صد زن با قلم خود درد، رنج، مشقت و بحران و بربریتی که توسط گروه تروریستی طالب بر سر مردم افغانستان جریان داره را با قلم خود نوشتند و به شورای امنیت ارسال کردند. ما امیدوار هستیم که این کمپاین و کارزار نتیجه بخش باشد و دعوت میدیم برای تمام هموطنان ما که در این کمپاین بپیوندند. باید ما این 100 فریاد تبدیل به هزاران و میلیون ها فریاد کنیم تا روز شاهد انقلاب مردمی و طلوع آفتاب آزادی برای همیشه در جغرافیای افغانستان باشیم. صد فریاد مشترک با هم یک صدا. امروز دوشنبه 14 نوامبر 2022، یک بار دیگر از سازمان ملل و شورای امنیت می خواهیم که به مطالبات و خواسته های زنان افغانستان توجه نماید. این در حالی است که فرحت پوپلزای و ظریفه یعقوبی توسط طالبان اختطاف و در بند طالبان هست و از شما هموطنان عزیز می خواهیم که صدای عدالت و آزادی را حمایت نمایید. Today in a protest movement, women of Afghanistan send 100 letters by title of 100 Wives from Afghanistan to the United Nations Security Council. And they wish the world reconsider its irresponsible policy in this country and take action to change the political situation of Afghanistan. صد فریاد عنوان نامه مشترکی از زنان معترض افغانستان برای شورای امنیت ملی و سازمان ملل است. این در حالی است که فرحت پوپلزی، ظریفه یعقوبی، همیرا یوسف زیر شکنجه طالبان به سر میبرند. ما خواستار کار عملی تر و کار جدی تر برای پایان نقض حقوق بشر و جنایت در افغانستان از طرف جامعه جهانی هستیم. سکوت شرم‌آور است وقتی این همه جنایات آشکارانه و هدفمند در افغانستان جریان دارد. به نام خدا، امروز بار دیگر دختران افغانستان ثابت ساختند که هرگز در مقابل ظلم، ستم و جنایت طالبان ساکت نمیشن. امروز تحت عنوان 100 فریاد از افغانستان، دختران معترض و آگاه افغانستان با قلم خود دست به نوشتن تمام جنایاتی که در افغانستان صورت میگیره زدن و همچنان این نامه ها را به آدرس شورای امنیت سازمان ملل ارسال داشتن. و ما امیدوار هستیم که در این کمپاین سایر دوستان آگاه و شجاع ما بپیوندند و این صد نامه را تبدیل به هزاران نامه بکنند و به هر طریقی که میتوانند صدای عدالت خواهی خدا در برابر این همه ظلم و جنایت بلند بکنند. انشاءالله که در کنار هم موفق خواهیم شد و انشاءالله که انقلاب این بار افغانستان و زنان افغانستان رقم خواهند زد. موفق و پیروز باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. هدف از 100 نامه تحت نام 100 فریاد از افغانستان بلند کردن صدای زنان افغانستان هست و دادخواهی، اعتراض و دادخواهی از حق و حقوق زنان افغانستان. و در هر یکی از این نامه ها از دردها، رنجها و چگونگی حذف زنان افغانستان بیان شده که
همه ما یک جا به شورای امنیت ارسال کردیم و امیدوار هستیم که توجه جدی صورت بگیرد. صد فریاد از افغانستان موضوع گفتگوی ماست با دو تن از فعالین سرشناس دفاع از حقوق زنان که بارها در برنامه با هم حضور داشتند و به موضوع زن ستیزی نهادینه شده در افغانستان چه توسط دولت ها چه توسط سنن و مذاهب اشاره کردند و صحبت کردند. صد فریاد از افغانستان فقط صد فریاد نیست، بلکه صدای فریاد میلیون ها زن و جامعه است که زیر دست و پای اسلام سیاسی ذبح شده و جهان باید صدای اونها رو بشنوه. کشوری رو دو دستی تقدیم یک سازمان تروریستی وحشیه که به صورت بیش از آنچه تصور بشه ضد زن هست تحویل دادند و اکنون این زنان هستند که تاوان چنین خشونت سازمانیافته ای رو میپردازند. با عزیزان مهمانان عزیز این برنامه خانم ساره نبیل و عارف فاطمی همراه خواهیم شد. خیلی خوش آمد میگم، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. میدونم که ساده نبود براتون در این ساعت روز در این برنامه شرکت کنید. خانم فاطمی و خانم نبیل، اجازه بدید من از خانم فاطمی شروع کنم. صد فریاد، این چگونه شکل گرفت؟ این کمپین چرا به نام صد فریاد؟ بفرمایید. سلام بر شما، سلام بر خانم نبیل و سلام بر بیننده‌های عزیز. متاسفانه از اوضاع و احوال کشور صحبت می کنیم که در او یک گروه تروریستی که جهان از او می ترسه حاکم هست و مردمش مدت یک سال هست که در سیطره ای گروه تروریستی زندگی را به سخت‌ترین شکلش می گذرانند که در این برای زنان افغانستان بیشترین آسیب دیده. ما یک سال است مبارزه کردیم و به ادامه اعتراضات و مبارزه ما این بار 100 فریاد که عبارت از 100 نامه بود توسط زنان معترض افغانستان نوشته شد و به سازمان ملل در 14 نوامبر فرستاده شد و یک بار دیگر تاکید کردیم و خواستیم که توجه جدی و اقدام عملی در برابر خواسته های زنان افغانستان و مطالبات انسانی زنان افغانستان داشته باشد، چرا که اینا مسئول است در برابر افغانستان و در برابر مردم افغانستان و گروهی که در افغانستان حاکم هست. صد فریاد روایت بود از زندگی سیطره طالب در یک سال. صد نامه و یا صد فریاد محتوای ای در برگرنده مشکلات اساسی مردم افغانستان که در طی یک سال گذشته این تجربه کرده، شکنجه ها، دست اختطاف ها را بودن، ناپدیده ها توسط طالبان صورت گرفته و طالبان یک گروه غیر مشروع در افغانستان هست که همواره از آغاز ورودشان به افغانستان تا و امروز تنها در برابر زنان افغانستان بیشتر از 55 مورد فرمان اینا صادر کردن که زنان محدود ساختن و نه تنها زنان افغانستان بلکه مردم افغانستان در ترین شرایط تحت سیطره گروه حکومت میکنند. و هدف از این کمپاین و هدف از نوشتن این صدنامه و فرستادن به سازمان ملل، من تاکید میکنم که خواستم که توجه جدی به مطالبات زنان افغانستان داشته باشه و از طرف دیگر ما یک بار دیگر از مردم افغانستان و تمام کسایی که به آزادی، عدالت و باورمند هستند ای کمپاین حمایت بکنه و با ای کمپاین بپیونده برای خودشان و برای آینده و برای مردم افغانستان بیستن. ممنونم عارفه عزیز. ساره، صد فریاد رو شما چگونه تعریف میکنید؟ کلا شکلگیری این کمپین، زنانی که در اون شرکت کردن، خود شما یکی از این شرکت کنندگان هستین و چرا به سازمان ملل، چرا این نهاد رو انتخاب کردید؟ بفرمید. درود خدمت شما خانم عارفی عزیز و همچنان بیننده عزیز.
دقیقا صد فریاد، صد فریاد از نیمه جامعه افغانستان کامروز مطلق در یک حزب مطلق توسط یک گروه تروریستی که امروز در افغانستان حاکم شدن و قدرت انحصار کردن، متاسفانه در زنا در حزب مطلق به سر میبرند. و همین دلیل باعث شد که قسمی که میبینیم از روز اول که طالبا در افغانستان آمدن و قدرت انحصار کردن، زنا اولین کسانی بودند که اعتراض داشتند و به جاده ها ریختن و خواستار حقوقشان شدند و نه تنها البته برای خودشان بلکه برای یک ملت مطالبه داشتند که از شعارشان معلوم بود که تحصیل کار آزادی و نان کار آزادی، حالا دو شعار برازنده این اعتراضات. و البته یکی از یک چیزی که نباید فراموش کنیم، یکی از نکات برازنده اعتراضات البته در 20 سال اخیر اعتراضات بوده، حرکت های زنانی در افغانستان شکل گرفته، البته قبلا هم بوده اما فقط ما میخوایم به 20 سال گذشته بپردازم. یکی از نکات برازندگی از این حرکات این است که از بطن جامعه اینا بیرون شدن، قسم مثل سابق نبوده که از طرف حامیان خاص داشته باشن یا پروژه‌ای بوده باشه یا این که به نفع یک قوم خاص یا به نفع یک ملیت خاص بوده باشه. این حرکات حرکات خودجوش بودن که از بطن جامعه بیرون شدن و به می دلیل این اعتراضات به انواع و اشکال مختلف تا امروز ادامه داشته، با وجود خشونت هایی که در مقابل این اعتراضات از طرف طالبان صورت گرفت، با وجودی که طالبان تا امروز خواستن که اعتراضات سرکوب کنن و انواع و اشکال مختلف، و به این دلیل ای بار دختران مبارز افغانستان، دخترانی که تا امروز این دایره را پیش بردن، به این فکر شدن که دوباره بازم یک اعتراض داشته باشیم، این بار به یک شکل جدیدتر نوتر. البته در تاریخ بوده همچون اعتراضات اما در بیاییم اگر جامعه افغانستان صحبت کنیم نو بوده و خواستن که به شکل دست جمعی 100 زنه که از این حاکمیت امروز متضرر شدن و در حزب قرار گرفتن صدایشان رو بیرون کنن، سرگذشتهاشان رو بنویسن، چشم دیدایشان رو بنویسن و یکی چطور امروز این حاکمیت همه چیز ازشان گرفتن. و به همین دلیل باعث شد که 100 نامه نوشته شد و از طرف 100 زنه که در حوزه های مختلف در جامعه فعال بودن و تا امروز هم امروز متاسفانه فعالیت هایشان نمیتونن بیشتر ادامه بدن، چرا گروه حاکم همه امکانات ازشان گرفته، در حذف قرار داده شده و به این دلیل خواستن که همچی اعتراض داشته. و به دلیل از اینکه چرا سازمان ملل متحد، دقیقا سازمان ملل متحد یگانه مرجع معتبر در سطح دنیاست که میتونه در قسمت تصمیم گیری ها نقش داشته باشه، حالا در پالی از اینکه یک نقش سمبولیک داره و ای که میتونم یک نقش خیلی کارا و عملی هم داشته باشه، حالا ای که از طرف کجا این سازمان حمایت میشه و کی حرف اول در این سازمان میگه او برای همه ما معلوم است، اما نمیشه که ما با این حرفا چطور بگویم خودمو را قناعت بدیم و هیچ کاری نکنیم. و به این دلیل سازمان ملل متحد یگانه مرجع معتبر در سطح دنیا را هدف قرار داده و ما این نامه را به یادرس فرستادیم تا اینا دیگر از صدور کردن اعلامیه ها و ابزار تأسف بگذرن و اقدام عملی و جدی در قسمت افغانستان و بخصوص که از این بیشتر ما نباید قربانی بدیم اقدامات عملی داشته باشن. بسیار عالی خانم فاطمه، یک مسئله بسیار اضطراری الان پیش روی زنان افغانستان هست و اون ناپدید شدن فعالین زن افغانستانی هست، خبرنگاران مثل خانم ظریفه یعقوبی، مثل خانم فرهد پوپلزه، خانم پروین سادات و ده ها نفر دیگه که شاید من الان اسم اونها رو به خاطر نیارم. این به این معنی نیست که راجع به اونها صحبت نمی کنیم. واقعا چه اتفاقی افتاده؟ میخوام از زبان شما که به خوبی این موضوع رو میشناسید و میدونید که این افراد چه فعالینی بودن، از شما بشنویم. بفرمایید. متاسفانه ناپدید شدن فرهد پوپلزه، ظریفه یعقوبی و 4 تن از همکاران آقایانش که همراه با او دستگیر شدن و به دنبالش در آخرین مورد پروین سادات هست که ناپدید شده. اینا موارد تازه نیست. طالبان در نخستین روزهایشان شما و مردم افغانستان رسانه ها شاهد هست و در جریان هست که همکاران ما را اینا در
مزار شریف به قتل رساندن، تیرباران کردند. در هرات روزی که دخترای ما اعتراض داشتن، یکی از همکارای ما در او اعتراض از بین رفت، کشته شد، ناپدید شد. و همچنان در سایر ولایت ها که ما دخترها فعال هستند، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن فعالیت میکنند و گونه مرموز به قتل میرسند، کشته میشن و ناپدید میشن. ما از خیلی های اینا نمیتونیم که اطلاعات دقیق را به دست بیاریم تا بتونیم رسانه‌ای کنیم و دادخواهی بکنیم، چرا که موارد بسیار زیاده در این عوامل زیاد دخیل هست که خانواده ها حاضر نمیشن که هویت فرد قربانی شده، ناپدید شده و یا به قتل رسیده را رسانه‌ای بکنن، که یکی از عواملش ترس از طالبان هست. طالبان میره به سراغ فامیلش و فامیل دوباره میترسانه و به این شکل ما نتوانستیم که دادخواهی آنچنانی بر تمامی دوستای ما که در سایر ولایت ها ناپدید شدن از سوی طالبا و قتل رسیدن، ما دادخواهی داشته باشیم. ولی در کابل خانم فرحت پوپلزه، یکی از همکاران ارشد ما، که با ما در تا یک سال اینا گام به گام، شانه به شانه مبارزه کردن توسط طالبا، ناپدید شدن. بیشتر از 12 روز است که خانم فرحت پوپلزه در قید طالبان هست و جرمش تنها و تنها شعار ای بوده که عدالت اجتماعی، حقوق انسانی و ارزش‌های بشری را بر تمام مردم افغانستان خواسته، جز ای چیز دیگه ای را نخواسته. و طالبان به این جرم فرحت پوپلزه اختطاف کردن و ربودن و امروز تحت شکنجه و در زندان طالبان به سر میبره. و مورد دیگر خانم ظریفه یعقوبی هست که تمام رسانه ها و شاهد هست، مردم افغانستان دیدن که اینا را از یک حرکت مدنی که اعلام یک جنبش بود، از یک کنفرانس اینا را برداشتن با خود بردن، ربودن. و همچنان ما از سرنوشت اینا خبر نداریم که اینا در زندان طالب بالا اینا چی میگذرن و طالب با اینا چی میکنن. اینا موارد هست که طالبان در افغانستان به صورت بسیار بسیار گسترده در تا یک سال گذشتن، نه تنها در کابل بلکه در 34 ولایت افغانستان انجام دادن. طالبان گروهی هست، من تاکید میکنم که باورمند به ارزش‌های انسانی نیست، بیگانه است با ارزش‌های انسانی، بیگانه است با چیزی به نام حقوق بشر. و اصلا طالب بشر ستیز است، زن ستیز هست و بیگانه هست با ارزش های انسانی و بشری، چه برسد که اینا پابند باشه و رعایت بکنه ارزش های بشری را در افغانستان. بسیار عالی. خب بسیار مسئله مهم و در این حال نگران کننده است. خانم ساره نبیل، یک دوره بسیار تاریک، وحشتناک بر مردم افغانستان بعد از بازگشت طالبان میگذره. قبل از اون هم وضعیت به شدت فاجعه بار بود، اما فاجعه زب در فاجعه با تسلیم این کشور به طالبان بیشتر و بیشتر شد. ما با مسائلی روبرو هستیم در رابطه با زنان، از جمله حذف زنان در جامعه. مثلا اخیراً حتی ممنوع الورود کردن زنان به حمام‌های عمومی، ممنوع الورود کردن زنان به پارک، ممنوع الورود کردن زنان به هر شغلی، حذف کردن زنان از تحصیل، بستن مدارس، اخراج زنان از ادارات دولتی، تحمیل حجاب و صدها مورد دیگه که حتما شما میتونید به این لیست سیاه اضافه کنید. تصویری که الان جهان از زنان در افغانستان داشته باش، باید داشته باشه رو شما میتونید به ما بدید؟ سازمان ملل متحد الان چه تصویری رو باید واقعی و بدون رتوش، اون چیزی که شما میگید رو ببینه، اون چیه؟ البته این خیلی سخت است و واقعا خیلی دردآور است که ما امروز اینجا نشستیم و این وضعیت رو میبینم. البته نظارگر نیستم، حداقل نقش خودم رو ادا کردیم، اما در این حالی واقعا فاجعه بار است برای تمام دنیا که وضعیت افغانستان رو میبینن، که یک قشر بزرگ جامعه افغانستان از کوچکترین حقوقشان، حتی از اصلی ترین حقوقشان منعیست یک انسان برخوردار نیستن. حالا رفتن به جاده، رفتن به حمامای زنانه یا رفتن به باشگاه دور، که حتی امروز حتی حق تحصیل زنان افغانستان ندارن. امروز میبینیم که بیش از روزی که طالبا در افغانستان حاکم شدن، قدرت گرفتن، تا امروز حتی دروازه مکاتب برای دخترها بسته کردن و حدود بیشتر از 3 تا 4 میلیون دختر
از رفتن به مکتب محروم شدن. همین رقم قرار از قرار یک اعلامیه دیگه یک صادر شده، قرار است حتی به زودی دانشگاه را ببندن. و میبینیم تصویری که امروز از افغانستان، از زن افغانستان، زنی که امروز زیر حاکمیت طالب زندگی میکنه، واقعا فاجعه بار است. برای هیچ انسان فکر نکنم که اگر واقعا انسان خودش هم میدانه با ارزش های انسانی باورمند است، با ارزش های حقوق بشری باورمند است، همچون یک تصویر برش قابل چی میگن قابل دید نیست و باید در قبال اوضاع اعتراض داشته باشه و در مقابل در پالی زنای افغانستان بیسته. و در عین حال یک تصویر دیگه از زنای افغانستان برای دنیا داده شده، برای سازمان ملل داده شده، و او هم این تصویر از خانمهای معترض است که رو در رو با یک رژیم و تمام معنا. حالا ما واقعا بعض وقت حرف کم میارم که بتانم این رژیم و این حاکمان تعریف بکنم، اینایی که و هیچ نوع قسمی که خانم عارفه جان گفتن هیچ نوع ارزش های انسانی باورمند نیستن و به هیچ نوع حتی به انسان و کرامت انسانی باورمند نیستن. حالا بمانیم که زنها را بتانن منعیس یک انسان بپذیرن و نصف جامعه و دارای حقوق مساوی با خودشان. و این دو تصویر است، یک تصویری که زنایی که زیر حاکمیت طالبا هستند که واقعا فاجعه بار است، و تصویر دیگه که زنای معترض و زنای مبارز افغانستان به دنیا دادن که رو در روی طالب، گروهی که جز وحشت حتی رو بر روی که سرشان قرار بود شلیک بکنن استاده شدن و خواستار حقوقشان شدن. عارف، نکاتی رو خانم نبیل اشاره کردن، شما این لیست رو چگونه تکمیل میکنید؟ موافق هستم با صحبت های خانم نبیل، نکات خوبه را و در حقیقت به صورت بسیار کلی اینا یک تصویر را در افغانستان ارائه کردن. افغانستان بسیار بسیار مشکل هست که ما یک به صورت مشخص بگویم که چنین تصویر را باید دنیا از افغانستان داشته باشه، چرا که در افغانستان تنها مشکل اساسی زنای افغانستان نیست. ما به انصافی میدانم اگر ما یک کتله بزرگ دیگه که مردای افغانستان هست اونا را چشم پوشی بکنیم، چرا که امروز مردای افغانستان به همون میزان که زنای افغانستان تحت شرایط سخت زندگی میکنن، مردا به مراتب سختتر از او زندگی میکنن. هیچ مردی از کرامت انسانی خود برخوردار نیست در تحت سیطره طالب، تحت حکومت گفته نمیتونه، طالب حکومت نیست. به همون میزان که بالای زنای افغانستان اینا محدودیت وضع کردن، به همون میزان بالای اطفال افغانستان، بالای نوجوانای افغانستان و مردان افغانستان اینا محدودیت وضع کردن. بناهن جهان من فکر کنم باید نظر به یک سال که دیدن اوضای افغانستان و گزارش هایی شدن از افغانستان و اینا صداهای اعتراضات زنان افغانستان بارها دیدن، ویدیوهایی را دیدن که طالبان مستقیم خواستن بالای زنها شلیک کنه، با کنداغ زدن، با لگد زدن، هر نوع بی‌حرمتی که خواستن کردن در مقابل زن افغانستان و مردم افغانستان. بنابراین یک تصویری هست که دنیا از افغانستان دیده و من امیدوار هستم که سازمان ملل مخصوصا شورای امنیت که تصمیم گیرندگان هستن در مقابل افغانستان، تصمیم گیرنده ها هستن در مقابل در برابر طالبا و میتونه فشارهای دیپلماتیک برای طالبا بیاره که طالبا وادار شوه با پاسخگویی و قبول بکنه مسئولیت هایشان. شما ببینید طالبان از یک طرف اومدن بیشتر از یک سال است که در افغانستان ادعای حکومت داری میکنه و از طرف دیگر اینا هنوز نشده که یک کابینه کامل اینا به معرفی گرفته باشه و هنوز که هنوز است میگه این سرپرستا هستن و بناهن به این طرفند میخواید که فرار بکنه از مسئولیت هایشان، هم در برابر مردم افغانستان، هم در برابر جامعه جهانی. و من امیدوار هستم که دیگر جامعه جهانی مخصوصا سازمان ملل متوجه بازی ها و متوجه ترپ ها و ترفند های طالبان از یک طرف شده باشن و از طرف دیگر اوضاعی وخیمی که مردم افغانستان داره دیگر باید از او چشم پوشی نکنه و اقدامات و تصمیم های جدی و فشارهای لازم بالای طالبان بیاره. خب بذارید از همین نکته خانم عارفه ادامه بدیم. خانم نبیل، چگونه دولت ها و همه جریاناتی که رفتند و با طرحی که
ایالات متحده امریکا داشت توافق کردند که طالبان رو به قدرت برمیگردانیم و این کشور رو هم که دو دستی تحویلش دادند. الان بعد از یک سال و نیم ما مجددا به همین دولت ها و همین نهادها مراجعه می کنیم که به داد مردم افغانستان برسید. یکی از اون موارد این بوده که طالبان رو به رسمیت نشناسید. خب نشناختن، اما مراودات با طالبان ادامه داره، کمک مالی به طالبان ادامه داره، بازگذاشتن دست طالبان برای هر نوع جنایتی کماکان ادامه داره. بالاخره چه خواهد شد؟ یعنی مردمی که در افغانستان گیر افتادن باید چه کار کنند؟ نه راه فراری هست، نه راه ماند، نه جایی برای ماندن هست. چه فکر میکنید شما؟ دقیقا یک بحثه که من همیشه روش تاکید کردیم این است که حسنیت دنیا در مقابل افغانستان، چیزی که متاسفانه در این 20 سال وجود نداشت و امروز میبینیم همچنان از روز قدرتگیری طالبان در افغانستان تا امروز اصلا وجود نداشته. دنیا به یک شکل همونطور که در 20 سال بازی کرده، همسو امروز هم با افغانستان و مردم افغانستان بازی میکنه. از یک سو مردم افغانستان طالب به گروگان گرفته و از دیگر سو دنیا یک نوع بازی دوگانه را با خود گرفته. از یک سو ما میبینیم که افغانستان چطور در دست طالبان داده شد و همچنانی که یک و نیم سال طالب چی کارهایی در افغانستان انجام داد و ای که تمام واقعیت ها معلوم است بر تک تک افغان ها و همچنان دنیا که چطور معاملات سیاسی صورت گرفت و طالبان گروه تروریستی که تا چند وقت پیش یکی از چطور بگیم در لست سیاه سازمان ملل و امریکا قرار داشت، امروز اونا همراهشان دیدارا دارند در قطر، در افغانستان و همچنان حتی در همین کشورهای اروپایی که چند پیش آمدن به ناروی. این خود نشان میده که دنیا هیچ نوع حسن نیت در مقابل افغانستان نداشته و نداره. و در عین حال ای که چرا طالبات امروز درست از قسم گفتین که بر رسمیت شناختن، تنها رسمیت شناختن طالبان اینجا مطرح نیست. اگر دنیا طالب و بر رسمیت بشناسه یک سیلی محکم برای خودشان است. کسایی که میان داد از حقوق بشر میزنن، کسایی که میان از داد از دموکراسی میزنن، چطور میتونن یک گروه تروریستی که از اعمال کارنمایشان جز انتحار، انفجار، وحشت آفریدن، کشتن دیگر چیز نبوده اونا را بر رسمیت بشناسن؟ مگر ما فراموش کردیم که سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت دیفکتو یا طالبان آمد و گفتن که ما انتحاری یکی از افتخارات ماست. پس گروهی که افتخاراتش انتحاری تشکیل میده چطور میتونه دنیا اونا را بشناسه؟ و در این حال یک چیزی که دنیا متاسفانه فعلا فراموش کرده، ما میبینیم در قسمت جنگ اوکراین دنیا چی نقش را بازی کرد، در مسئله امروز انقلاب ایران دنیا چی نقش و یا چی نقش را بازی کرد. اما متاسفانه در افغانستان ما همچون اقدامای عملی را نمیبینیم. امروز ما با وجودی که زنای ما سرکوب میشن، با وجودی که زنا نه تنها زنا، مثل که پیشتر خانم فاطمی گفتن که مردا و در کل اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی هر روز شکنجه میشن، هر روز کشته میشن، هر روز ناپدید میشن، معلوم نیست. و ما هر لحظه که اینجا صحبت میکنیم در افغانستان یک اتفاق، یک جنایت از طرف طالب صورت میگیره، اما میبینیم که هنوز هم دنیا، همین نمایندگان دنیا میرن با طالبا با بسیار احترام، به شکل احترامانه همراهشان میشینن روی میز مذاکره میکنن، دیدار میکنن. در عین حال هر ماه حدود 40 میلیون دلار به نام مردم افغانستان، به نام کمک های بشردوستانه برای دولت دیفکتوی طالبان روان میشه. هیچ نوع نظارت، هیچ نوع ارزیابی، هیچ نوع کنترل در این قسمت وجود نداره. غیر مستقیم این پول برای دولت طالب داده میشه و این دولت بیشتر مستحکمتر میشه و بیشتر نقض حقوق بشر در افغانستان انجام میده. اما متاسفانه میبینیم که هیچ نوع عمل کرد یا هیچ نوع چطور بگویم کنترل و همچنان ابزرویشن از طرف دنیا وجود نداره و این یک نوع گفتم بازی دوگانه است که دنیا انجام میده و مردم افغانستان متاسفانه قیمت از این هر روز پرداخته میره و بخصوص زنا. دقیقا همینطور که تاکید کردید، موانعی بر سر راه کمپین ها هست و اون افرادی هستند که از زمان جمهوریت بعد از تسلیم دادن افغانستان همون نقش رو بازی میکنن. افرادی هستن که به نام دفاع از حق زن، به نام دفاع از حقوق بشر همیشه در کنفرانس ها دیده میشن.
و به صورت عجیب غریب اینها همیشه نماینده زنان در افغانستان هستند. در مقابل کمپین صد فریاد این مسئله مجددا اتفاق افتاد و خیلی از شما زنان فعال علیه اون اقدام کردید و گفتید که این یا اون فرد صدای این کمپین نیست، فریب نخورید، این کمپین رو هایجک نکنید، مال خودتون نکنید، نروبایید. میخوام راجع به این مسئله از شما بپرسم، مشخصا راجع به خانم محبوب سراج که شما میشناسید، بینندگان ما هم میشناسند. انتقادات زیادی به حضور محبوب سراج هست در پرزنت، در معرفی کردن این کمپین، در حالی که جز این صد زن و این صد نامه هم نیست. بفرمایید خانم عارفه. در همین اخص ما میخوایم بگویم که من من حیث یکی از دختران معترض از یک سال بدین سو و یکی از مسئولین جنبش های اعتراضی زنان در افغانستان به صورت صریح گفته میتونم که ما از آغاز فعالیت تا اکنونی که ما با شما صحبت میکنم، فعالیت های ما کاملا مستقل و وابسته به هیچ گروه، وابسته به هیچ فرد، وابسته به هیچ فردی حقیقی و حقوقی نبوده، کاملا مستقل بوده. و ما دختران معترضی که امروز با هم یک تبدیل به قدرت شدیم و برای مردم افغانستان مبارزه میکنیم، و گفتم میتونم که ما آشنایان خیابان هستیم. قبلا با هم دیگه هیچ گونه ارتباط شخصی کاری نداشتیم، ما هر کدام بیگانه هایی بودیم که ارزش های مشترک ما رو با هم وصل ساختن و متعهد شدیم که به خاطر ارزش ها و به خاطر تحقق یافتنش و به خاطر عدالت اجتماعی و به خاطر یک جامعه برابر و انسانی مبارزه کنیم، و مصمم به این هستیم که این مبارزه را همچنان استوار، قوی، پاورجا ادامه بدیم. در خصوص خانم سراج و امثال خانم سراج، من گفتم ایتانم که متاسفانه خانم سراج صحبت های اینا رو من شنیدم و بسیار ناراحت کننده بود شخصا بر خود من و بر تمام مردم افغانستان، و جای بسا خوشحالی هست که شعور و آگاهی مردم ما در حد رسیده که دیگر به چنین افرادی مجال ای را نمیده که از افغانستان نمایندگی بکنه و بار دوم چنین اشتباهی را بکنه. شما میبینین که با کنش بسیار گسترده نه تنها از طرف زنان معترض، بلکه تمام مردم افغانستان در مقابل حرفای خانم سراج داشته، و من فکر میکنم این به اندازه کافی برای خانم سراج و امثال کسانی که در پی این هستن که اعتراضات زنان افغانستان مصادره کنه و یا باز هم بخواید به گرده ها و شانه های مردم افغانستان سوار شود. فکر میکنم این پیام مردم افغانستان برشان رسانده که دیگه شما نمیتونید نماینده های خوب بر مردم افغانستان باشید. خانم سراج در کنار ای که بسیار بیشرمانه اینجا در مصاحبه خود گفت که ما دختران معترض با ما همکاری داشته و ظاهرا تحت رهبریت و کنترل ما بوده و یا هم مشوره های از ما خواسته، نه خیر خانم سراج، ما هیچ وقت به دفتر و دیوان شما به خاطر عکس حمایت، به خاطر مشوره نیامدیم، چرا که ما به توانایی خود ما، به اراده خود ما، به آگاهی خود ما باورمند هستیم و ما یک گروهی هستیم قدرتمند و نیاز نیست که مراجعه بکنیم به شما، و شما دیگر مورد اعتماد ما و امثال ما و نسل جوان افغانستان و مردم افغانستان نیستید. و از طرف دیگر دیدگاه شما کاملا دیدگاه قبیلوی، دیدگاه فاشیستی، و یک فرد هستید که امروز جامعه افغانستان دیگر به دیدگاه حرمت و اعتماد به شما نمی‌گیرد. بسیار خوب، خیلی کوبنده شما نسبت به خانم سراج اظهار نظر کردید. قطعا من به شما حق میدم وقتی که یک کمپین و یک اعتراض از کف خیابان سر بلند میکنه و همه دخترانی که در خیابان حضور پیدا کردن و صدای مردم افغانستان شدن، جان بر کف در خیابان بودن و هزینه های سنگینی پرداختن، خودشون حتما زبان گویای مبارزاتشون خواهند بود. سارای عزیز، میخوام نظر شما رو هم بدونم. شما یک فعال سرشناس هستید، یک هنرمند سرشناس هستید، در اروپا فعالیت دارید، با این تیپ از پرزنت کردن ها بسیار آشنا هستید. به صورت واقعی آیا جهان میپذیره که امثال این افراد یک چنین کمپینی رو بخوان نمایندگی کنن، و اساسا چرا این کارو میکنن؟
در حالی که این صد فریاد، صد نامه، همه تلاش اون یک بار هم مراجعه به این افراد از جمله خانم سراج نبوده. البته در این قسمت بگویم تاریخ ما ای اولین بار نیست. این 20 سال گذشته هستن افرادی که همیشه خیلی زود چطور بگویم جبهه‌شان یا تغییر دادن و خیلی زود رنگ باختن و ثبات نداشتن و خواستن همیشه منفعت جویی کنن و بهره کشی بکنن. ما با این تاریخ بسیار خیلی خوب آشنا هستیم این 20 سال گذشته و حتی این تحولات اخیر بیشتر همچون افراد خوشبختانه بگویم حداقل این تحولات با وجود تمام بدیایی که داشته این تحولات اخیر حداقل یک کار مثبتی که در این تحولات داشته یا اینکه یک نقطه مثبتی که تحولات بد داشته که همه افرادی که بسیار بی‌خاصیت بودن و خیلی زود تغییر موضع دادن اونا را برای جامعه افغانستان معرفی کرد. حالا ما نمیخوایم تنها مشخص بپردازم به خانم سراج یا به بعض خانمهای دیگر، حالا چون خانم سراج در این چند روز روی زبان ها هست بعد مصاحبه اخیرش، ما واقعا البته منعیسی یک تجربه خانم سراج که یک زن 70 ساله هستند به قول خودشان هم چندی بار به مصاحبهشان نور بولد ساختن و من که شاید نیم عمر از اونا رو ندارم و نیم عمر از اونا رو در بخش در قسمت مبارزه برای حقوق انسانی یا زن شاید عمر خود دوست پری نکرده باشم و حداقل امیره میدونم وقتی مصاحبهشان دیدم من واقعا تعجب کردم. من اصلا توقع شنیدن همچون حرفا را نداشتم. یک زنی که ادای 70 سال کار یا ادای 50 سال کار در حوزه زنان را داشته باشه و باز بیا چنون سطحی، چنون قومی، چنون قبیله‌ای صحبت بکنه. برای یک فمینیست دیگر قوم، قبیله، مذهب اینا مطرح نیست. فمینیست را خودش داره. به هر صورت همین تناقضا بوده که امروز جامعه افغانستان ما به این وضعیت روبرو هستیم. چیزی که بوده هیچ کس با او اعتقاد نداشته. اعتقادا و باورا فقط در حد نرخ روز بوده. هر چیز. خب ما یک دقیقه بیشتر به پایان این گفتگو نداریم. عارفه عزیز من میخوام آخرین نکته را از شما بشنوم. ادامه این کمپین چگونه خواهد بود؟ کوتاه ممنون میشم. من امیدوار هستم که ما جواب مشخص را از شورای امنیت و سازمان ملل بگیریم و همچنان امیدوار هستم که کمپین با قوت تمام ادامه پیدا بکنه و حامیان بیشتر را ما در کنار خود داشته باشیم و ما مطمئن هستم که زنای افغانستان و مردم افغانستان و مخصوصا دختران معترض همچنان استوار، مستحکم و مصمم به اعتراضاتشان ادامه خواهد داد. ممنونم. میدونم که در وضعیت مناسبی هم شما نبودید در آخرین لحظات این مصاحبه. ممنونم از شما خانم نبیل و خانم فاطمی که در این گفتگو شرکت کردید. صمیمانه برای کمپین صد فریاد از افغانستان آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. عزیزانم به پایان گفتگوی این هفته رسیدیم. قبل از هر چیز از شما میخوام که فعالانه در کمپین صد فریاد از افغانستان سهیم باشید، شرکت کنید و این صدا رو جهانی کنید. این وظیفه ماست که صدای مردم مصیبت دیده، ستم دیده افغانستان باشیم. این یک وظیفه انسانی است برای شما فعالین دفاع از حق انسان ها، فعالین زن، در واقع یک وظیفه فوری است. این شماره تلفن ماست که بون اشاره می کنم. با همین شماره تلفن واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو، سیگنال، با همه اپلیکیشن ها، با همین شماره، همین حالا ما در دسترس شما این و همینطور موقع بازپخش برنامه. به اتفاق همکارم جمیل فرزان در اتاق فرمان روز و شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو داریم.